سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که برای فال هفتگیمون حال آقا چطوره در خدمتون هستم. امروز قسمت هفتم هستیم، ببینیم که آقا یا قطب مذکر در چه حالی هست. مثل هر هفته بهتون میگم که من دیگه توضیح در مورد قطب مذکر مؤنث نمیدم، این فال مربوط به آقایان هست، میخوایم ببینیم حالشون چطور هست، شما آقا یا شخص احساسیتون. اگر میخواین در مورد خود مؤنث و مذکر اطلاعات بیشتری پیدا کنین، لطف کنین اون قسمت اول و دومش رو نگاه کنین در پلیلیست فایل‌های بدون زمان. قسمت اول و دوم نگاه کنین، من توضیحاتی رو در موردش میدم. برای اینکه هیچ همه رو گیش نکنم، پس من خلاصه میکنم. آقا خود مذکر. دوستان قبل از هر چیزی خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن، خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، و همچنین سپاس فراوان از دوستانی که با من همراهی میکنن هستن. واقعا خیلی ممنون از لطف شما، از کامنتاتون، از لایکاتون، از نظراتتون، واقعا شما به من دلگرم میدین. مثلا دیگه که بود، من دیروز یک ویدیو گذاشتم در مورد فال چرا جواب نمیگیریم و اینکه خطرات فال. اگر میل دارین لطف کنین برین اون رو نگاه کنین که ممکنه که به درد یک سری از ماها بخوره. اگر دوست دارین لطف کنین این کانال رو به عزیزانتون، اطرافیانتون معرفی کنین تا به لطف همگی این کانال بزرگ و بزرگتر بشه. سخن کوتاه میکنم، بریم ببینیم با هم دیگه حال آقا چطوره. اولین کاری که کارتی که برام در اومد پنج هوا هستش. این کارت رو خوب نگاه کنین دوستان. شخصی هستش که در حال حاضر ممکنه که دچار درگیری باشه. آقای محترم دچار درگیری هست. این درگیری ممکنه که با خودش هست یا با دیگران اطرافیانش هست. شخصی هستش که ممکنه حتی در حال رقابت با دیگران هم باشه، یا در زمینه کاری یا در زمینه روابطی. حالا ما این فال رو داریم فال احساسی میگیم، حالا بگیم در زمینه روابطی. اگر کاری باشه کارت های دیگه که میان یکی یک توضیحاتی رو در این موارد به ما خواهند داد. پس شخصی هستش که در حال حاضر دچار درگیری هست، با خودش درگیری داره، با دیگران درگیری داره، رقابت وجود داره، ممکنه که حتی رقابتی بین دو در درون خودش باشه. یک طرف دلش میگه برو، یک طرف دلش میگه نرو. به هر حال شخصی هستش که در حال حاضر در درگیری به سر میبرد. خب بریم ببینیم کارت های دیگه بهمون چی میگن. سعی میکنم این رو مستقیم بذارم. کارت بعدی دوستان که داره بهمون میگه که کارت به حاجت رسیدن. به حاجت رسیدن و اینکه اون چیزی که دلم میخواد بهش برسم. پس آقای محترم شخصی هستش که در حال حاضر ممکنه که با اشخاصی درگیری داشته باشه، و اینکه به چه دلیل این درگیری ها، به خاطر اینکه دوست داره به یک مسئله برسه، دوست داره بیشتر اون مسائلی که براش مهم هستن رو، آرزوهاش رو محقق کنه، و در حال حاضر هست این مسئله براش، هرچند که درگیری داره، ولی به اون چیزی که میخواد توی زندگیش رو داره در حال حاضر. و ببینیم کارت بعدی چی هستش. کارت بعدی مسئله کاری براش افتاده، هم پس هم اون چیزی که میخواد داره و همی که بسیار داره کار میکنه، ریسک میکنه، و اینکه کاری که داره انجام میده خیلی براش مهم هست و تمام هم و غم و تمام تلاشش رو بر روی اون گذاشته. یه مقدار خودش رو ممکنه که از دیگران بریده باشه. نگاه کنین دوستان، به خاطر که این کارت وقتی که کارت حاجت رسیدن هست، ولی من به حاجت هم میرسم ولی تنها هستم، ممکنه که یه همچون حالتی هم باشه، یعنی که داره کار میکنه برای که آرزوهاش رو به هر حال به اون آرزوهاش برسه، و اینکه در حال حاضر ممکنه که از اون داراییاش، از اون چیزی که داره به تنهایی استفاده کنه. پس تا حالا این مسئله برام افتاد. ببین در مورد کارت بعدی، شخصی هستش که یا اینکه داره مسافرتی میره دوستان، و اینکه اگر که اینجا درگیری با خودش داره، داره موفق در میاد. اگر که با درگیری با دیگران داره،
آقای محترم موفق از این درگیری در میاد، میدرخشه و اینکه دوست داره که دیگران هم ببینن که این چه آدم موفقی هست. نگاه کنید من چه کار کردم، از من به عنوان یک قهرمان استقبال کنید. آقایون اصولا اینجوری هستن، وقتی که یه کاری میکنن و میدرخشن دوستان همه ببینن درخشششون رو. خب دوستان ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن. بعدی ما به آرزو رسیدن و به حاجت رسیدن هستش. خب دوستان اینجا یه بار به آرزو رسیده و اینجا هم یک بار دیگه، ولی مسئله این نیستش که خیلی سریع و سر برش اتفاق افتاده، ممکنه که زمانی هستش این مسئله روش داره کار میکنه، درگیری این بالا برش افتاده بود، چه درگیری داره در مقابل مسئله مبارزه میکنه. پس امید و آرزو داره که مسائل اونجوری که باید براش توی زندگیش جلو بره. و اگر حتی اگر زمان ببره، اون به ستاره بخت و اقبال خودش اعتقاد داره و به خودش داره میگه که خب من آدم خوشراسه هستم و اینکه من میدونم که این مسئله انجام میشه. در مورد مسائل ببین به حاجت رسیدنش دوستان نگاه کنین، اینجا برای شما برای آقایون چرخ اقبال افتاده، سرنوشتم داره وارد این ماجرا میشه و مسائل اونجوری که آقای محترم دلش میخواد داره جلو میبره. تا الان که من دیدم که بیشتر از مسائل کاری درگیری هم باشه، من فکر میکنم بیشتر مسائل کاری هستش و آقایون الان در حال حاضر کارشون براشون انگاری مهمتر هست. حالا کارت بقولن بذاریم کارتو همه ریخته بشه، کم کم ببینیم که آیا از مسائل احساسی هم صحبت میکنه یا نه. بله در مورد مسائل کاری که گفتم بهتون، خیلی داره کار میکنه و متمرکز هست روی کارش، وقتی یه مقدار خودش از دور و برش بریده براش ریسک هم داره میکنه و از کارش خوشش میاد و چیزی هستش که بهش انگیزه میده. ببین براش آقای امپراتور افتاده، خودش امپراتور هستش، شخصی هستش که اعتماد به نفس به خودش گرفته و اینکه در حال اجرای برنامه هایی هستش که در موردشون فکر کرده، نقشه کشیده، مطالعه کرده و الان داره چیکار میکنه؟ داره اون مسائل رو اجرا میکنه. پس الان هم برامون، من میگم این کارت کاری هست. در مورد چی موفقیت در چه موردی داره؟ من در مورد مسئله داره که شاید خراب شده باشه، چیزی رو که خراب شده بوده داره درست میکنه. و همچنین آقایون توجه داشته باشن، ممکنه که این هفته یک خبری باشه به گوش شما برسه که یه مقداری تکان دهنده براتون باشه، مقداری شما رو بالا پایینی براتون به وجود بیاره. در میرین کارتای دیگه به همون چی میگن، کارتای دیگه اپ اینا رو بردارم. در مورد ببینین مسئله ای که دواش درگیری داره و اینکه مسئله هستش که بهش امید داره، امید در چه مسائل؟ در مورد مسائل مادی، در مورد مسائل مادی داره قدرتش رو به دست میاره، داره پشتکاری میکنه و به زندگیش نظم میده. پس در حال حاضر خیلی آقایون متمرکز بر روی زندگی مادیشون هستن. خب در مورد به حاجت رسیدن و چرخ اقبال و بهتون گفتم سرنوشت داره وارد صحنه میشه، نقطه پایانی به یک دوره میذارن و وارد دوره جدیدی دارن میشن، سورپرایز های بسیار خوبی دارن این و اینکه به سمت سوی یه چهارچوبی مستحکم دارن حرکت میکنن. ببین چهار افتاده، از امپراتور هم اینجا عدد چهار بود. پس دارن به سمت سوی چی میرن؟ این دوره که برشون تمام میشه به سمت سوی یک استحکام، یک مسئله رو ممکنه حتی مسئله خانوادگی باشه. به هر حال هر چیزی که هستش بسیار محکم و باعث خوشنودی آقایون هست. خب کارت بعدی کارتی هستش، ببینید در روی امپراتور برای شما کارت کیمیاگر افتاد دوستان، یعنی اینکه آقایون دارن اعتماد به نفس میگیرن به خودشون، اگر مسئله رو شروع کردن، اگر کاری دارن انجام میدن، به خودشون اعتماد دارن و همچنین به زندگی و میدونن که
دارن میدونن که میتونن خیلی چیزها رو درست کنن، قدرت اونو دارن که مسائلی که دارن روش کار میکنن درست حسابی جلو ببرن و اینکه هر چیزی رو به مقصد برسونن. بسیار خوب، آقایون خیلی خوب قدرت گرفتن. در مورد من ببینید، روی اون خرابی برای شما ببینید هارمونی افتاده، یعنی که این خرابی که خبر تکان دهنده که به آقایون داره میرسه آنچنان تکانشان نمیده. به خاطر که چی؟ برای که پشت سرش سری و سر مسائل متعادل میشه. به خاطر چی؟ من فکر میکنم که آقایون خیلی روی این شاکرای ریشه دارن قوی میشن. اینجا افتاده واسه شما، پس برای این شاکرای ریشه، شاکرای تکیگاه هست دوستان و نشانه قدرت هست. دو بار حرف از قدرت زده، امپراتور هم حرف از قدرت داره برامون میزنه. پس اگر که درگیری دارن، اگر که ممکنه یک مقدار خبر تکان دهنده بهشون بده، سری و سر سرپا میشن و اینکه دو مرتبه یک تعادلی توی زندگیشون به وجود میاد. و پشت این هم دوستان نگاه کنید، باز هم چرخ اقبال افتاده واسه شون، سرنوشت افتاده. پس من فکر میکنم آقایونی هستن که در حال حاضر خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه شکر به مسئله سرنوشت و اینکه کائنات اعتقاد داره. ببینیم کارت دیگه به همون چی میگه. کارت بعدی دوستان ببینید، این کارت خرابی و اینجا این افتاده. ببین چون از اون جایی که اینا شاکرای ریشهشون قوی هستش، آیون الان در حال حاضر دارن روش کار میکنن. من فهم میکنم حتی اگر مسئله تکان دهنده که دو بار داره به ما این موضوع رو میگه اتفاق افتاده، روی اون آیون تاثیر آنچنانی نمیذاره. میدونین اگر چیزی خراب شده باشه یا خراب بشه آنچنان تأکیدی تأثیر نمیذاره. مسئله دیگه که داره به من میگه، میگه که آقایونی هستن که مدت هاست که بر روی یک خرابی دارن کار میکنن و اینکه الان تازه دارن به زندگیشون نظم میدن، دارن قدرت میگیرن. این حرف قدرت چند بار اینجا تکرار شده. خب ببین کارت بعدی میمونچه بر روی، ببینین این چهارچوبی محکم، مسائل خانوادگی هم ممکنه باشه. احساس میکنن که طرد شدن، احساس میکنن که با اینکه مسائل داره جلو میره، با اینکه همه چیز داره وارد به قولن اون روال عادیش میفته و حتی بهتر وارد دوره جدید میشن، ولی این حس طرد شدن رو دارن. این یکی از زخمهای پنجگانه روح هستش و واسه همین هستش که آقایون معمولا قبل از این که ترد بشن، ترک بشن، رها بشن، رها میکنن شخصی رو. و وقتی که همیشه من میگم وقتی که آقایون بارشون سنگین هستش، اولین چیزی که رها میکنن شخص احساسشون هست. ولی در اینجا آقایونی هستن که احساس ترد شدن، خالی بودن در درون خودشون دارن. ببین کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت بعدی در مورد قدرت گرفتن و ادغام برای آقایون افتاده. حالا این ادغام میتونه باشه که شما با شخصی وارد از نظر کاری وارد یک مذاکره میشین و یک شراکت دارین. این یک طرف قضیه است. یا اینکه با شخص احساسیتون، اگر که من مثلا احساسی بگم، وارد یک مشارکت و یک ادغام شدن میشین. یه تعادلی داره وارد زندگی آقایون میشه چون دارن قدرتشون رو به دست میارن. و کارت بعدی برای هارمونی دوستان، برای شما آتش افتاده، یعنی که شما اون شجاعت رو دارین و اون آتشی که در درون شما هست روشن هست که به نبرد مسائل میره. اینجا هم این کارت به اون میگفت شما در حال مبارزه با چیزی هستید. اگر مسئله خراب شده توی زندگیتون که اینجا من دو بار دارم میبینم، ببین دارم بهتون میگه شما به توی شکم این هفته توی شکم مسائل میرین و میخواین همه چیز رو چکار کنین، باهاش مبارزه کنین و مسائل رو وارد اون به قول معروف قطارتون رو در ریل بذارین و جلو برین. پشت اینا دوستان برای شما کارت آبی افتاده، پشت این کارت ها. و کارت آبی معمولا تمام منفی های کارت های باقی رو از بین میبره. پس اگر اینجا خرابی هست و اینجا احساس بدی ممکنه برا پایینی داشته باشون بهتون دست بده. دوستان اینا خیلی زود گذر هست، همونجور که دیدیم اینجا این
کیمیاگر داشت این حرف رو به همون میزد و اینکه کارت شاکرای ریشه و هارمونی. خب بیم کارت دیگه به همون چی میاد. بعدی دوستان برامو موفقیت داد. ببینید دوستان این کارت و این کارت یکی هستش. اشخاصی هستن که جنگیدن، می جنگن و اینکه در مقابل خرابی یا اینکه حال بدی که داشتن دارن پیروز برام میان. می درخشن. الان میفهمن چی میخوان. اگر که ببینید این کارت 5 آتش هست و این کارت 6 چوب هست. کارت هایی هستن که پشت سر هم میان. اگر من به این موفقیت رسیدم چون من کار مهمی رو انجام دادم، روی خودم کار کردم، در این مبارزه که با دیگران یا حتی با خودم داشتم من به ته و تو و به جرفای وجودم رفتم یا به ته اون ماجرا رفتم و زحمت کشیدم، حالا من به عنوان یک قهرمان دارم بیرون میام. پس من رو ببینید لطفا و از من قدرشناسی کنید. پس موفقیت براتون افتاده دوستان. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهم چی میگه. کارت دیگه در مورد این مسئله ای که دوستان نگاه کنین این کارت رو، در مورد اون مسئله که احساس میکنیم که ما توهی بودن، احساس میکنیم که ترد شدیم. ببینیم میگه که شما چیکار کردین؟ شما کسی هستین که الان در حال حاضر یک نگاه 360 درجه بر روی مسائل دارین، چشمای لیزری دارین، مقداری از احساساتون رو دارین فاصله میگیرین و اینکه میدونین با چه کار کنین و دارین روی این مسئله فکر میکنین و دنبال راه حلی گشتن و احتیاج به کسی ندارین که بیاد بهتون بگه چه کار کنین. فکر کنم کسی هم جرأت نداشته باشه. خب در مورد مسائل، ببینید دوستان در مورد مسائل این حرفی که بهتون زدم در مورد این ادغام شدن، حالا یک کارت احساسی برام افتاد. کارت احساسی، ببینید دو تا کارت خانم افتاد اینجا، انرژی مؤنث برتون افتاد. اشخاصی هستن که قلبشون رو دارن باز میکنن و اینکه مقداری به اون مسائل احساسیشون دارن چکار میکنن، دارن بیشتر اهمیت میدن. حتی ممکن هستش که در مورد شخص احساسیشون دارن فکر میکنن و به یاد اون شخص هستن و اینکه دلشون میخواد که خودشون رو درمان کنن از نظر احساسی، برای اینکه میدونن اگر که خودشون حالشون خوب بشه با دیگران هم از نظر احساسی میتونن خوب باشن. پس آقایون هستن که ممکنه که با اینکه در حال کار کردن هستن به شخص احساسیشون هم دارن فکر میکنن. خب در مورد ببینید، بله دو مرتبه یک کارت خیلی خوب احساسی افتاد. جام، وقتی که کارت جام حرف از احساس برای ما میزنه، شما بیاییم میرین نبرد میکنین، شما دارین میچنگین و شما دارین به ندای قلبتون گوش میدین. شما دوست دارین یک مثل یک، ببینید اینجا مثل یک نوجوانی نوپا به سمت سوی اون چیزی که قلبتون داره بهتون میگه برید. من فهم میکنم در مورد طرف احساسیتون هستش این الان، در مورد این خانمی هستش که شما دوست دارین مقداری چیکار کنین، برین وارد مکالمه بشین یا اینکه حداقل در مورد این شخص به ندای احساسیتون، به ندای به بخش قلبیتون گوش بدین. خب بریم ببینیم کارتای دیگه به همون چیه. بعدیمون آقایی هستش که داره فکر میکنه. ببینید عزمش رو جذب کرده و اینکه روی یک مسئله داره جلو میره. داره جلو میره. هم داره جلو میره. همون که سر خط آغاز باستد داره صبر میکنه. منتظر این هستش که موقعیتی پیش بیاد تا اون تمام نقشه هایی رو که داره اجرا کنه. پس شما آقایون الان در حال حاضر در حال تفکر و در حال چی هستین؟ در حال صبر هستین. راه زیادی رفتین، نقشه هاتون رو دارین و دارین صبر میکنین که کی موقعیت جور بشه که دست به عملی بزنین و اقدام انجام بدین. خب بریم ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگه. کارت بعدی در مورد مکالمه داره حرف میزنه دوستان. هم مکالمه داره حرف میزنه و هم اینکه شما دوستان اشخاصی هستین که برای مکالمه با شخصی دارین فکر میکنین.
همین مکالمه میتونه باشه بر شما، همین که مسائل داره برای شما دور و بر شما به سرعت جلو میره. اگر اینجا صبر کردین، اینجا مسائل دارن جلو میرن دوستان و سریع و سیر دارن جلو میرن. بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. کارت دیگه کارت کالسکه افتاده. کارت کالسکه موفقیت و جلو رفتن هستش، ترقی کردن هستش. شما دارین دیگه جلو میرید. بیشتر برای من، برای در مورد کی دارین جلو میرید؟ در مورد این ملکه جام یا ملکه عشق برای من هست. حالا یا در مورد یک خانمی دارین جلو میرید، پیشرفت میکنین توی حداقل در مغزتون و در روحتون، یا اینکه در مورد اینکه به ندای درونتون گوش دادن دارین چیکار میکنین، دارین جلو میرین دوستان. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. بله ببینید، اینجا شما اگر که ببین مسائل داره خیلی خوب پیش میره. شما اگر اینجا یک نوجوان بودین که یا بچه بودین، در مورد مسائل احساسیتون دارین تبدیل میشین به این شوالیه و میخواین بریم با شخصی صحبت کنین، قلبتون رو دستتون گرفتین و میخواین یک مکالمه درست حسابی و اینکه صادقانه با شخصی داشته باشین. پس یک بار اینجا مکالمه افتاده بود، یک بار اینجا حرف از این میزنه که قلبتون رو دارین هدیه میدین به شخصی. اگر اشخاصی هستن، آقایونی هستن که به دنبال یک ملاقات هستن، جدید هستن، شخص جدید وارد زندگیشون بشه، بهتون داره ندای اینو میده که بله ممکنه که وارد زندگیتون بشه. ولی که اشخاصی هستن، نگاه کنین حالت شما بسیار بد. یک شخص با یک شمشیر میبینه میمیره، 10 تا شمشیر در تن شما هستش. خبر خوشی که هست، شما نقطه پایانی دارین به یک دوره دردناکی میزنین. اینجا یک بار اینجا برای ما ندای اینو داده بود که ما داریم یک دوره تلخی رو، نه که تلخی ببخشه، وارد یک دوره جدید بریم میشه. پس اینجا دوره تلخی رو داریم بهش پایان میدیم. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. کارت بعدی باز هم برای شما کالسکه افتاده. پس از این صبر، از این که کاری نمی کنیم و منتظر این اتفاق بیفته، داریم در میاییم و داریم به سمت و سوی جلو میریم. و به چه سمت و سوی میریم؟ به سمت و سوی موفقیت داریم میریم. در مورد مسائل در برای اون مکالمه برای شما اینجا از صبر در میاییم جلو میریم. اینجا میگه که برای اینکه شما دارین میانه روی میکنین، یعنی تعادلی رو وارد زندگیتون میکنین. پس این مکالمه یا این جلو رفتن مسائل باعث این میشه که شما با یک تعادلی رو چیکار کنین پیدا کنین، یک سلامتی رو پیدا کنین توی زندگیتون. خب بریم ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. کارت بعدی دوستان، ببینین شما دارین بر چه چیزی جلو میرین، بر روی پیشرفت میکنین، بر روی این قلب شکستتون. و اینکه میترسین که دو مرتبه به این حالا نگاه کنین، 3 تا شمشیر در یک قلب هست، میترسین که خیانتی بهتون بشه. دارین جلو میرین ولی از یک طرف دیگه میترسم حالا من دارم جلو میرم، من چه اتفاقی ممکنه برای من بیفته؟ آیا من دو مرتبه به هم خیانت خواهد شد؟ آیا قلب من شکسته خواهد شد؟ بریم کارت بعدی ببینیم چی میگه. کارت بعدی دوستان، شما میخواین با کسی مکالمه داشته باشین، سراغ کسی حداقل برین، حرف دلتون رو باهاش صمیمانه صادقانه بزنین. برای چی؟ برای که میخواین توازنی وارد زندگیتون بشه. این شخص برای اینکه سر پا بیسته باید یکی از این توپا رو یا سکه ها رو رها کنه. شما نمیتونین یه پاتون این ور باشه روی چه پایی برخصید. پس این مسئله برای چی شما این کارو میخواین انجام بدین؟ برای اینکه یک توازنی وارد زندگیتون بشه دوستان. خب دوستان، من قبل از که برم سراغ این که ببینیم که آقایون چی میگن یا در مورد مسائل احساسشون، من یک توضیحی در مورد این تابلو بهتون میدم. پس آقایون هستن که ممکنه که در حال حاضر دچار درگیری باشن و یا اینکه مبارزه کردن، براشون امید و آرزو و به حاجت رسیدن افتاده. مسئله هستش که ممکنه که زمانی ازش گذشته ولی شما تلاش خودتون کردین، بذر خودتون کاشتین، دارین اعتماد به نفس به خودتون میگیرین و اینکه دارین به زندگیتون نظم میدین. یک خبر ممکنه که تکان دهنده بهتون برسه ولی از این مسئله سری و سر جدا میشین و اینکه سر پا میشین و موفقیت براتون افتاده، میدرخشین. روی صبری که کردین براتون پیشرفت افتاده دوستان، براتون موفقیت افتاده. در مورد آقایون، به حاجت رسیدن براتون افتاده. آقایون اگر شما دارین نگاه میکنین این ویدیو رو، پس چشماتون رو ببندین و یک نیت کنین
یک نقطه پایانی به یک دوره‌ای از زندگیتون دارین میدین، سرنوشت داره وارد صحنه میشه و اینکه شما رو به سمت سوی دیگه داره میبره. سورپرایز های بسیار خوبی خواهیم داشت. چهارچوب زندگی براتون افتاده، مسئله بسیار محکم، با اینکه در درون خودتون دارین احساس تهی بودن، احساس طرد شدن میکنین و اینکه شاید نگاهی 360 درجه به روی مسائل دارین، مقداری خودتون رو از احساساتتون جدا کردین، دارین فکر میکنین در مورد یک مکالمه، مکالمه‌ای که با کسی داشته باشم یا نداشته باشم، به چه صورت. و من فکر میکنم این مکالمه رو خواهیم داشت. چرا؟ چون اینجا داریم وارد یک اعتدال و یک به قولن توازنی توی زندگیتون میشین، داریم یک سمت و سوی خوب و چجور بتونم آشتی وارد زندگیتون میکنیم. ممکنه با کسی این مکالمه که داشته باشین با کسی آشتی کنین دوستان، خب واسه آشتیتون بشه. برای آقایون کار افتاده، کار زیاد، کاری که خیلی دوست دارن و اینکه روی این کار دارن سرمایه گذاری میکنن و خیلی این کار براشون مهم هست و دارن ریسک میکنن. براشون به اجرا گذاشتن برنامه هاشون، پروژه هاشون افتاده، چیزی محکم، قدرتشون دارن به دست میگیرن، دارن به خودشون اعتماد به نفس میگیرن، براشون ادغام شدن، شراکت افتاده، شراکت باقی ممکنه که در مورد یک خانمی باشه یا اینکه دارن به حرف دلشون گوش میدن. به هر حال مسئله خیلی خوبی هست، روی این مسئله دارن پیروز میشن، ترقی میکنن، ولی با همه این احوال از خیانت میترسن، از که دو مرتبه قلب شکسته ای داشته باشن دارن میترسن. خب آقایونی هستن که موفقیت براشون افتاده، این دو تا کارت های یکی هستن. باز هم اینجا خبر از این میده، ممکنه این مسئله تکون دهنده ای بهتون به گوشتون بخوره که، ولی خیلی سریع دارم میبینم که هارمونی داره وارد زندگیتون میشه و اینکه میگه که شما انرژی لازم رو دارین و اینکه به دل مشکلات دارین حمله میکنین و مبارزه میکنین، به ندای قلبتون رو دارین گوش میدین در مورد یک مسئله احساسی، در مورد اینکه با کسی برین درست حسابی صحبت کنین صادقانه و برای این مسئله به چه دلیل هستش، به این دلیل که بخواین چه کار کنه، یک اعتدالی رو وارد زندگیتون کنه، باید تصمیمی رو بگیرین. نگاه کنید، دو بار کارت اعتدال براتون افتاده، دو بار کارت موفقیت براتون افتاده. این دو بار کارت ممکنه که خبری بهتون برسه، خبر تکوناتون بده، اینجا هارمونی افتاده و دو بار موفقیت اینجا براتون افتاده دوستان. خب من دو تا کارت از خانم دورین ویرتیو براتون میکشم ببینم که آقایون در مورد مسائل احساسی. ستا افتاد، اشکال. اولا بهتون میگه که بین شما و اون شخص احساسی شما یک الشینی خیلی خوبی هستش، پس گرایش بسیار زیادی در مورد مسائل احساسیتون با شخص مورد نظرتون هستش. بهتون داره میگه که ممکنه که بچه های شما دخالتی داشته باشن توی مسائل احساسی شما، حالا یا مسائل احساسی شما به بچه هاتون هم ممکنه که در باعث بشن خراب بشه یا درست بشه، یا به فکر اونها هستین، یا اینکه داره بهتون میگه که شما باید اون کودک درونتون رو زنده کنین. و اینکه بهتون داره میگه که الان در حال حاضر عشق واقعی براتون افتاده و اینکه وارد ممکنه موقعی از زندگیتون بشین که عشق بسیار خوب و زیبایی سراغتون بیاد. حالا بریم ببینیم که آقایون در مورد شخص احساسیشون چی میگن. این کارتا رو میرزم و بعد میخونم. دو تا سه تا و چهار تا. خب آقایی هستش که میگه که زمین به زمین، من دوست دارم، من به اون استحکامی که باید داشته باشم دوست برام مهم هستش و عشق بعد از اون به وجود میاد. منظورش این هستش اعتدال مالی باید براش خیلی مهم هستش. اینجا دیدیم که شاکرا ریشه برامون بود، اینجا دیدیم که داشت بسیار کار میکرد و اینجا دیدیم برش چهارچوب محکم افتاده بود. پس آقایونی هستن که و بداره میگه که اگر که مسئله بین من تو درست نشد شاید اینجوری بهتره، برای که اشخاصی هستن که شاید الان در حال حاضر بسیار بر روی زندگی مادیشون متمرکز هستن
آقایی هستش که داره خودش رو فداکاری داره میکنه. خودم و تو رو دارم در این شرایط قربانی میکنم. نمیدونم چه جوری چه کار دیگه میتونم انجام بدم. معمولا بهتون گفتم هر موقع آقایون این چیز منفی نیست، کاملا مسئله خانم و آقا هستش، مسئله سنگینی براتون به وجود میاد، معمولا بارتون سنگین که بشه اولین کاری که میکنین آقایون این هستش که خانم طرف احساسیتون رو رها میکنه. در مورد آقایی هستش بسیار خوشحال، من روز خوبی رو گذروندم و من به لطف تو لحظات خوبی رو میگذرم. آقایون هستن که با همین این عوض طرف احساسیشون، با فکر کردن به طرف احساسیشون، یا حتی اگر که جواب طرف احساسی ندن، پیغامی که ازشون به دستشون میشه، حالشون خوب میشه. پس خوب. ممکنه که طرف احساسی شما ناخواسته حال شما رو داره خوب میکنه. و آقایی هستش که خودشو به قول معروف خاموش کرده. نمیدونم من کی هستم، نمیدونم برای چی، ولی من از تو فرار میکنم. خودش هم نمیدونه واسه چی داره فرار میکنه. خب ببینیم قسمت احساسی آقای چی بهمون میگه. آقایی هستش فداکار یا قربانی. من خودم رو فدا میکنم، این من هستم که انتخاب میکنم و این که دوست دارم اینجوری ببینم مثلا. بله، همیشه فدای خانواده، فدای بچه، فدای دوست، فدای دیگران. آقایی هستش که جنگجو، دیدیم اینجا در حال جنگ، اینجا به همین صورت. من یک جنگجو هستم و من هیچی رو رها نمی کنم. حالا جنگجوی در چه موردی هستش؟ ببینید این دور برش قلب افتاده، شاید در مورد مسائل احساسیش هست. و آقایی هستش بسیار واقع بین، یعنی کسی که کار رو انجام میده تا اینکه بخواد حرف بزنه. من متمرکز میشم، اینجا دیدیم متمرکز بود روی کارش و من که مسائل رو به صورت منطقی دارم توجیه میکنم. خب پس دیدیم که آقایون به اون منطقی بودنشون دارن ادامه میدن و اینجا دیدیم دوستان آقایی هستش که میگه که میخوام همه چیز درست باشه، عالی باشه و اینکه میخوام که هیچ چیزی از اون از کنترل من و از اون نظمی که من دادم خارج نشه. شخصی هستش بهتون گفتم مسائل داره، یک بقولن اعتدالی تو زندگیش داره وارد میکنه، واسه همین خیلی به این که استحکامش اهمیت میده، مخصوصا استحکام مالیش. و اینکه شخصی هستش که هم با انگیزه، من اهدافی دارم و میخوام به اونها برسم و اینکه من هیچ وقت هیچ چیز رو رها نمی کنم و به اون میرسم. ببین و از شخصی هستش که در مورد مسائل کاریش داره کار میکنه. ولی ببینیم که در آخر فال عزیزانی هستن که تصمیم میگیرن که به سمت شخص احساسیشون برن، ولی واقعا در آخر با اینکه میترسن که بهشون خیانتی بشه، تصمیم میگیرن وارد مکالمه بشن و اینکه یک اعتدالی رو توی زندگی خودشون رعایت کنن. خب دوستان این فال آقایان بود، فال شما یا طرف احساسی شما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.